الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من با نام و یاد خدا و با سلام خدمت همکاران عزیز، خیر مقدم میگم خدمت همه شما بزرگواران. منت گذاشتید تشریف آوردید راست ساعت مقرر، مرسی از حضورتون. بنده زهرابی هستم، راهبر سنجش ناحیه 4 اصفهان. خدمتون عرض کنم قبلا ما گروهی تحت عنوان گروه سنجش نداشتیم، اما برای توسعه و ارتقاء سواد سنجش معلمان و گسترش رویکردها و روش‌های نوین سنجش آموزشی این گروه در واقع امسال تشکیل شده که یکی از اهداف دبیرخونه سنجش رسیدن به افزایش در واقع سطح سواد سنجش دبیران محترم هست. در همین راستا گروه‌های درسی، رشته‌های فیزیک، ریاضی، شیمی، زمینشناسی، آزمایشگاه تصمیم گرفتیم که یک گرد همایی رو تحت عنوان ترفندها و تکنیک‌های عملی سنجش برای یادگیری رو برگزار کنیم. از خانم شیرانی خیلی تشکر می‌کنیم، ایشون راهبر اصفهان و عضو دبیرخانه سنجش هستن. قبول زحمت فرمودن، وقت خودشون رو در اختیار ما گذاشتن که قطعاً می‌دونم که جلسه خیلی پرباری خواهد بود با تجربه شناختی که از ایشون و از تلاش‌های وقت و بی وقتشون داریم. همیشه وقت دارند برای افرادی که تو این زمینه دوستان فعالیت کنن. انشاءالله که همکاران تو این زمینه استفاده لازم و از اطلاعاتیشون میبرن و تو کلاس‌های درسیشون استفاده میکنن. خدمتتون عرض کنم که عزیزان، اینکه نام و نام خانوادگی و حالا ناحیه و کد پرسونی رو مینویسید، بنده لینک حضور غیاب و اواسط جلسه خدمتتون ارسال میکنم. پس اگر اجازه بدید، چون همون اول میدم فهمیدید که لینک جلسه کو، انشاءالله اگر اجازه بدید اواسط جلسه لینک رو میذارم و نیازی نیست که دیگه تو قسمت چت تایپی بشه. مرسی از حضورتون، در خدمت خانم شیرانی هستیم. خانم شیرانی عزیز در خدمتیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت خانم زهرابی عزیز. صدای بنده رو دارید؟ یعنی صدای شما رو داریم. خب شروع بکنیم یا بذاریم که حالا همه رو بیتونه بشن به جمعمون؟ هر جوری که صلاح میدونید. فعلا تعداد حضوری هامون 44 نفرند. حالا با توجه به جلسات قبلی نشسته که متصل دوم داشتیم، یادمونه تا 60 نفر هم حضور داشتن. حالا ممکنه که در قنوز اول جلسه است، قطعا به گروه ملحق میشن.
درست. خیلی ممنون، به هر حال خیلی زنده باشید. سپاسگزارم. زنده باشید. حالا شروع میکنم، کم یه چند لحظه صبر میکنیم تا انشالله بله، یکم خواهش میکنم، بشه. خواهش میکنم. شروع. به نام یگان کیمیاگر هستی، با عرض سلام و ادب خدمت همکاران عزیزم، از اینکه وقت گذاشتید در جلسه شرکت کردید بسیار سپاسگزارم. عزیزان شرکت کننده، همونطور که میدونید ما امروز با مبحث ترفندها و تکنیک های عملی سنجش برای یادگیری در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که میدونید اگر در جلسات سنجش ما شرکت کرده باشید، کلا ما سنجشی ها عادت داریم در ابتدای کلاسمون بیایم و مقاصد و اهداف یادگیریمون رو بگیم، بگیم که ما توی این جلسه قصد داریم چه مطالبی رو بگیم، همون کاری که یه معلم سر کلاس انتظار هست ازش که سر کلاس این کار رو انجام بده. من به خاطر همین اومدم مقاصد و معیارهای موفقیت رو نوشتم به این صورت که با توجه به اینکه موضوع ما ترفندها و تکنیک‌های سنجش برای یادگیری هست، پس یکی از مقاصد ما قراره به کجا بریم، ما در حال یادگیری چیستی، چگونگی، چرایی، تکنیک ها و ترفند های اجرایی سنجش الکترونیکی و ترکیبی هستیم. در پایان جلسه انتظار دارم که همه همکاران به این جملات برسن، همشون بگن من می توانم اهداف سنجش را به صورت کاملا اصولی توضیح دهم. من انتظار دارم در پایان جلسه همکاران بزرگوار بگن که ترفندها و تکنیک های سنجش آغازین، سنجش تکوینی و تراکم رو یاد گرفتن. در نهایت من انتظار دارم که همه شما عزیزان حداقلش با چند تکنیک از کلاس خارج بشید و این کلیس که و این تکنیک ها رو در کلاس های درس خودتون به کار ببرید. خب، برای اینکه ما مبحثمون رو شروع کنیم، یک مقدار در مورد مفاهیم پایه صحبت می‌کنیم. همکاران عزیزی که تو جلسه حضور دارم، خیلی دوست دارم ببینم که آیا تفاوت آزمون، اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی رو میدونن. اگر که حالا به نظرشون تفاوتشون تو چیه و سنجش چیه، تعریف سنجش. دوستان خوشحال میشم که مشارکت بکنید و ممنون میشم اگر نظراتتون در چت باکس بنویسید. تفاوت آزمون و سنجش چیه؟ شما چه دیدگاهی دارید از این موضوع؟ با توجه به تصویری هم که من در مقابل شما گذاشتم، میتونید به این سوال جواب بدید. همکار من سوال پرسیدم، تفاوت آزمون، سنجش و ارزشیابی چیه؟ همکاری میدونه؟ خب من این مختصری توضیح میدم، چون هدف اصلی ما تکنیک هاست، ولی میخوام با یه آمادگی ذهنی وارد جلسه بشیم. پس من در ابتدا توضیحی بدم در مورد آزمون. مجموعه سوالاتی که همکاران در میارن، حالا به صورت آزمون های مداد کاغذی و به دانش آموزان میدن، بهش میگیم آزمون. به اون عمل برگزاری آزمون، تصحیح و نمره گذاری، ما بهش میگیم اندازه گیری. و اگر که شما به جز آزمون بیایید و آفرین ممنون، اگر شما به جز آزمون بیایید از دانش آموزاتون مصاحبه‌ای بگیرید، آزمون عملکردی داشته باشید، پادکستی از دانش آموزتون بخواید، آزمون عملکرد داشته باشید، کارپوشه‌ای داشته باشید، به مجموع اینها میگن سنجش. و در دل تدریس ما سنجش وجود داره و تمام اینا که گفتیم. پس تدریس ما شامل همه این موارده، درست؟ اما ارزشیابی چه موقع است؟ اگر شما بیاید این فرایند به صورتی باشه که شما همه این اعمال رو انجام دادی، ولی هدف شما قضاوت باشه، در صورتی که شما بخواید قضاوت بکنید در مورد کیفیت و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، ما بهش میگیم ارزشیابی. درست شد؟
من ببینم میتونم وبکم رو روشن کنم، یه حالت تعاملی بیشتری باشه. میخوایم سنجش رو تعریف بکنیم، همکار تصویر بنده رو دارید. خب بعد یه سنجش، در واقع سنجش به چه یه فرایندی هست، فرایند جمع‌آوری اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد برنامه درسی. وقتی که شما میخواید اطلاعات جمع‌آوری میکنید، اطلاعات دانش آموزان رو جمع‌آوری میکنید. ببخشید صدا اکو میشه، خانم زهرابی صدا هست؟ آها درسته خانم پرنیان. بله بله صداتون هست، من میکروفون رو میبندم. آها درسته، خیلی ممنون، خواهش میکنم، مرسی شما. پس من میخواستم الان سنجش رو تعریف کنم، چون در ادامه در مورد سنجش های آغازی میخواییم صحبت بکنیم، سنجش های تکوینی و تراکمی، و برای هر کدوم از اونها یه تکنیک بیاریم. خب سنجش به فرایند جمع‌آوری اطلاعات برای اینکه شما بخواید تصمیم گیری بکنید در مورد خود دانش آموز، برنامه درسشون و سیاست گذاری های آموزشی، ما بهش میگیم سنجش. این دیدگاه، این تعریف، تعریف نیتکو بروکارت هست. و اما خود سنجش از نظر هدف به دو دست تقسیم میشه. ما سنجش هامون یا تکوینی هست، یعنی سنجش برای یادگیری، یا سنجش هامون تراکمی هست، یعنی سنجش از یادگیری. این هم تعریفی هست از هارلین. سنجش های تکوینی به چه سنجشی میگین؟ اگر که شما بیاید مجموعه اطلاعاتی که جمع آوری میکنی از دانش آموزاتون، مجموعه آزمون ها، پادکست ها، آزمون های عمل کردی، همسال سنجی ها، اگر هدف شما این باشه که بخواد کمک کنه پیشرفت دانش آموزان، بهش میگیم سنجش های تکوینی. این حالا از دیدگاه هارلینه، ممکنه حالا تعریف های متفاوتی شما شنیده باشید. ولی حالا اگر شما این مجموعه اطلاعاتی که داری جمع آوری میکنی، هدفت گزارش دهی و مستندسازی یادگیری باشه، بهش میگیم سنجشه تراکمی. حالا ما میخوایم ببینیم که در هر کدوم از این سنجش ها، یعنی در ابتدای کلاس خودم، در حین کلاسم و در پایان کلاسم، از چه تکنیکی استفاده بکنم که متوجه بشم آیا دانش آموز من درس رو یاد گرفته، دانش آموز من تا چه حد مطالب قبلش مسلطه، من میتونم ادامه بدم و درس جدیدم رو شروع بکنم، آیا دانش آموز من در نهایت بازخورد خوبی دارم ازش، میتونم درسم رو ادامه بدم. در ادامه میخوام در مورد همین تکنیک ها صحبت بکنیم. از دیدگاه هارلین ما سنجش های آغازین در دل سنجش های تکوینی هست. اما حالا سنجش های آغازین به چه سنجش هایی میگیم؟ ما خیلی وقتا سر کلاس درس خودمون که میریم، همون ابتدای کلاس چند تا درس از بچه ها میپرسیم، چند تا سوال میپرسیم که مطمئن بشیم که بچه های ما کجا هستن. چرا؟ چون هدفمون همون ابتدای کلاس گفتیم میخوایم به اون هدف برسه. میام چیکار میکنیم؟ میام از تکنیکی استفاده میکنیم. یکی از تکنیک هایی که ما میتونیم استفاده بکنیم تکنیک های پاسخ همزمانه. دقت کردید وقتی ما تو کلاس های درسی هستیم، زمانی که ما سوال میپرسیم، معمولا چند تا از دانش آموزا هستن که پاسخ سوالات بلدن و شروع میکنن پاسخ دادن و اجازه تفکر به بقیه دانش آموزا رو نمیدن، نمیذارن که بقیه هم فکر بکنن و بتونن پاسخ بدن، و همیشه چند نفری هستن که همیشه دستاشون بالاست. خب ما تکنیک های مختلفی داریم برای اینکه بتونیم همزمان از بچه ها، از تمام دانش آموزا اطلاعات کسب کنیم. مثلا زمانی که ما وارد کلاس میشیم، میخوایم درس جدیدمون رو شروع کنیم، خیلی مهمه که بدونیم دانش آموز ما کجا قرار گرفته، نه اون جایی که من دلم میخواد، ببینم دقیقاً دانش آموز من کجا قرار گرفته، و برای اینکه برسونمش به اون هدفم، به اون چیزی که امروز میخوام درس بدم و هدف من هست، من باید چه بکنم. پس در همون ابتدا لازم هست از تکنیک های استفاده بکنم که به صورت بسیار سریع من پاسخ رو دریافت کنم. خب برای این کار اولین تکنیکی که به ذهنمون میرسه تکنیک چت آبشاری هست. تکنیک چت آبشاری به این صورته که اول از همه شما سوال رو به دانش آموز میدی، بهشون میگی که چند لحظه ای صبر کنن، چیزی پاسخ ندن. اگر که تو فضای مجازی هستید، میدید که حتما در چت باکسشون بنویسن ولی سندش نکنن. اگر هم که در کلاس حضوری هستی، بچه ها میگید که پاسخ داشته باشید ولی کسی دستش بالا نباشه. بعد از یک مدت، بعد از حالا یک چند ثانیه، شما حالا با توجه به اون سوالت و اون زمانی که حالا مد نظرت هست، اگر که در
فضای مجازی هستید، با همون شمارش 1، 2، 3 از همه بچه ها میخواید جوابشون رو بدن. برای مثال مثلا میگید که -12 به اضافه 5 چی میشه؟ خب این سوال ساده درسته. اگر بعضی از بچه ها اصلا خب سریعتر محاسبه میکنن، بهتر شما چی کار کنید؟ بهتر شما کاری که انجام میدید اینه که بهشون زمان انتظار بدید، بگید کم توقف بکنید، خب حالا با شمارش من همه جواباتون ارسال کنید. خب شما اینجوری یک پاسخ دارید به صورت همزمان از همه دانش آموزا جمع آوری کردید. اما به نظر شما در هنگامی که کلاس حضوری هست، من چطور شما چجوری به چه صورتی انجام بدم؟ چجوری میتونم پاسخ همزمان همه دانش آموزا رو داشته باشم؟ حالا من میگم 1، 2، 3، من کسی چیزی نگه، یعنی با شمارشی که حالا من انجام میدم همه پاسخاشون رو ارسال کنم. به نظر شما باید چه کار کنیم؟ در زمان حضوری من چه کار کنم؟ چطور میتونم پاسخ همزمان رو داشته باشم؟ درسته؟ خانم حسنی میگه با نشان دادن کارت. خب من میخوام پاسخ همزمان داشته باشم، روی برگه بنویسم. خوبه؟ همزمان من میخوام که چند تا جواب همه دانش آموزا با هم داشته باشم. خب یکی از همینا که دوستان ما هم دارن میگن همین کارت هاست. کافی شما سوالی که مطرح میکنید از بچه ها بخواید، اگر وایت بورد دارن رو وایت بورد های کوچیکشون بنویسن، آره، اگر برگه دارن روی همین برگه هاشون بنویسن، این برگه ها رو بگیرن بالا و شما همزمان جواب و بچه ها رو نگاه بکنید. مثلا ما تو کلاسامون از بچه ها میخوان تخت وایت بورد کوچیک بیارن، حتی اگر ندارن بهشون گفتیم یکی تلق داشته باشید، این تلقه رو بذارید روی کاغذ، بله، و روی اون تلقه بنویسید، یه ماژیک داشته باشه روی تلق، روی اون بنویسید، تلقه بگیر بالا و شما همزمان نگاه میکنید که دانش آموزای شما تو کدوم قسمت هستن، آیا این سوال مشکل دارن یا نه. پس در حالت حضوری میتونید از کارت ها استفاده کنید. حالا چه کارت هایی میتونید؟ کارت های بله خیر باشه، به این صورت مثلا حالا شما طراحی میکنید کارت های بله خیر، کارت های صحیح غلط، یا اینکه اگر امتحانتون اگر سوالتون 4 گزینه ای هست، کارت های شما بشه 1، 2، 3، 4 میتونید استفاده بکنید. دیگه چی؟ آره کارت های رنگی هم میشه، بجز اون از دست میتونید استفاده کنید. میتونید قرارداد بذارید با دانش آموزاتون که اگر موافق هستید، آفرین، اگر موافق هستید مثلا یه انگشت بالا باشه، اگر مخالفید انگشتتون به سمت پایین باشه. خب یا اینکه اگر حال نظری ندارید دستتون حالا به سمتی بگیرید که حالا سمت راست یا چپ بگیرید. یه قراردادی بین خودتون و دانش آموز است و همون ابتدای کلاس متوجه میشید که دانش آموز آیا این سوال رو متوجه شده، درک کرده یا نه. اما یه موقع شما یه سوالی مطرح میکنید، میخواید ببینید که آیا دانش آموز شما موافق، مخالف، چند نفر از بچه ها هستن که جواب این سوال بلدن، چند نفر از دانش آموز ها هستن که درک کردن. میاید از روش مشت تا 5 انگشت استفاده میکنید. من حالا یه مثال من میزنم، بعد همکارانمون با توجه به رشتهشون یه مثال بزنم. مثلا من بچه ها یه سوالی، مثلا سنجش های آغازین بهتر سوالایی باشه که دانش آموز درش کج فهمی دارن. چرا؟ چون شما میخواین کج فهمیه رو، این مشکل رو حلش بکنید، ببینید کج فهمیه کجاست. یعنی اگر دانش آموزای سال قبل داشتید، ببینید بیشتر اشکالات کجا بوده، سعی کنید اون سوالا رو پیدا کنید بیارید و بعد برید جلوتر. خب ما چه کار میکنیم؟ ما یکی از مثلا من توی یکی از کلاسام میگم که ببین چند نفر با من موافقن، بتونید با مشت 5 انگشت نشون بدید. من میگم مخلوط آب، مایع ظرفشویی و روغن، این مخلوط سوسپانسیون هست، نظرتون چیه؟ یعنی از بچه ها سوال میپرسم، نظرشون رو میخوام، نمیگم درسته، نمیگم غلط. خب اینجا چند تا اتفاق میفته. شما میتونید بگید چی؟ میتونید بگید که میتونید از تکنیک مشت تا 5 انگشت استفاده کنید، میتونید همون زمان فرصت رو بهشون بدی که یکم فکر بکنن. خب حالا دستشون رو میارم بالا. دانش آموزی که دستش رو مشت میگیره، یعنی اینکه من اصلاً هیچ اطلاعاتی درباره این موضوع ندارم. خب من بعدا میخوام خودتون مثال بزنید، میگه من هیچ اطلاعاتی ندارم. همین الان خودتون دوستانی که اینجا هستن در چت باکس، کسایی که هیچ اطلاعی ندارن مشت بذارن. حالا اگر نمیشه با این، اگر همکاری هستش که مخالف هست
یک رو بذاره و میگه من خیلی مخالفم و دلایل خیلی خاصی هم دارم، چند تا دلیل دارم براش. یه همکار دیگه میگه نه، حالا از شما میشه همکار ولی سر کلاس ما دانش آموز، دانش آموزی هست میگه که نه من با این مخالف هستم ولی یه دلیل میتونم بیارم که این حرفی که شما دارید میزنید اشتباهه. یه دانش آموز در انگشتش رو عدد 3 رو میاره. وقتی که 3 میاره یعنی چی؟ یعنی که من نه مخالفم نه موافقم، اصلا نظری ندارم، نمیتونم دقیق بگم که این جمله درسته یا جمله غلطه. یه دانش آموز دیگه داریم میگه که به نظر من این درسته ولی یه دلیل میتونم بیارم، پس این 4 رو میاره بالا. ببین یه قراردادی بین من و دانش آموزم. یه دانش آموز دیگه میگه که خانم من مطمئنم که این درسته و به جای اینکه حالا هی بخوان صحبت بکنن همشون با هم دیگه سر کلاس، دستشو باز میکنه و عدد 5 رو نشون بده. خب حالا خودتون جواب بدید، اگر مخلوط آب، مایع ظرفشویی و روغن داشته باشیم آیا این مخلوط سوسپانسیون هست؟ شما چه جوابی میدید؟ حالا فکر کنید فضای کلاس. خب تو فضای کلاس دستشو میاره بالا، دیگه حرف نمیزنه. من از رو دستشون که میاد بالا متوجه میشم که چند درصد بچه ها هیچ یاد نگرفتن، چند درصد از بچه ها حالا یه انگشتشون مخالفن یا اینکه موافق هستن و دلیل دارن. خب دوستان دیگه اگر نظری ندارید میتونید دو سه تا انگشت باشید، 3 بزنید اینجا به خاطر اینکه حالا اینجا که انگشت میتونه نشون بدید با 3 نشون بدید. آره، یا حتی میتونید استیکراشون رو براشون بزنید و طبق اون حالا میتونید تقسیم کنید. حالا معلم چی کار میکنه؟ معلم یکی از کارهایی که انجام میده اینه که خیلی خوب هست که ما اگر تو فضای بی گلو باتن هستیم، تو فضاهایی هستیم که گلو بندی بکنیم، خیلی خوبه بیایم اینایی که با همدیگه مثلا یک کار رو با همدیگه یک گلو بکنیم، دعا رو یک گلو بکنیم، 4 و 5 هم یک گلو بکنیم، اما 3 که حالا حد وسط بود نمیدونست که نه خیلی موافق بود نه مخالف بود نظری نداشت، بیایم پخششون کنیم بین گروه های مختلف. یعنی من میام پخش میکنم بین گروه های شماره 1 تا گروه های 1 و 2 و 3 و 4 که اونجا با هم دیگه مشورت پردازن. در نهایت هر گروهی باید بیاد و نظر خودش رو ارائه بکنه و هر کدوم از این گروه ها بعد از اینکه نظرشون رو ارائه کردن در نهایت بیان و با هم دیگه چالش بکنن، با هم حرف بزنن و به یک نتیجه واحد برسن و معلم بیشتر هدایتگر هست. خب این ادامه اون کاره. همکارانی که مثلا میبینن دانش آموزاشون 3 هست بهتره که تقسیم بندی کنن بین گروه های دیگه. اما حالا این برای درس فیزیک شما مثال بزنن، همکارای ما هر کدوم با توجه به رشتهشون یک مثالی بزنن برای همین مشت و پنج انگشت. یه مثال بنویسید، حالا هر کس با رشته خودش با توجه به رشته خودش. یکی ممکنه بگه مثلا آمریکا سرزمین فرصت هاست. خب خیلی خوبه که آدم سوالات مثلا حالت افرادی که رشتهشون تاریخ، جغرافیا یا هر چیز دیگه، خب یه سوالی میذارن که میبینن خیلی بحث سرش زیاده. خب بعد بهتره که بیان اینجا و بچه‌ها رو گروه بندی کنن، هر کدوم بیان خیلی قشنگ نقد بکنن. خب اینجا یه مثال، مثلا میگه نبات کان نیست. خب بچه‌ها حالا باید بیان نشون بدن با همون مشت و پنج انگشتشون و شما تشخیص میدی. زمانی که میفهمی که این دانش آموز مشت کرده یعنی چیزی یاد نگرفته، معلم باید اول بهش یاد بده و بعد اینا تو گروه ببره. پس این اینایی که مشت آوردن بالا یعنی اینکه باید اول معلم بهش یاد بده، هیچ دیدگاهی نداره. ممکنه دانش آموزی باشه که اصلا کتابا رو بسته گذاشته کنار شما یه سوال ازش پرسیده، پس اول بهش بود. خب میگن مستطیل یک چارزدی محیطی است، آب از 3 اتم تشکیل شده است. بله، میگم سوالاتی هست که شما ابتدای کلاس میپرسید. معمولا بهتره این سوال مرتبط با درسی باشه که شما دارید اون روز میخوای بپرسی و یا اینکه میخوای ادامه بدی و معمولا دانش آموزا توش بحث دارن، دانش آموزا گیر دارن توش، بهتره از این سوال استفاده کنید. اما مبحث بعدی که ما میخوایم در موردش، خوب شد. آره، روز نفوذ پذیری ندارد. خب اینا باید دلیل بیارن دیگه، زایی بودن یا نبودن یه رابطه، تابع بودن یا نبودن یک رابطه. خب مرسی از دوستان که مشارکت میکنن، خانم نیل فروش، خانم توکلی، خانم مولوی، خانم افشاری
ممنون از شما و سایر دوستانی که حالا من دقیق نگاه نکردم. خب تا حالا خوب بود، بریم سراغ تکنیک بعدی. و همکارای مختلف، این تکنیک ها مبنی سنجش های آغازین هست، یعنی در ابتدای کلاس. بریم تکنیک بعدی، تکنیک نظرسنجیه. تو تکنیک نظرسنجی ما میریم چی کار میکنیم؟ اگر که فضای ما فضای مجازی هست، اگر تو خود شاد هم باشید، نگاه کردید که خود شاد نظرسنجی داره، سوالاتی بپرسید که دانش آموز شما همون اولی، ما میخواییم همون اول سنش آغازین پاسخها رو همزمان بگیریم. اصلا این به نفع ماست که پاسخها رو همزمان بگیریم، این خیلی خوبه چون زمانمون خیلی محدوده و میخواییم جواب همه رو هم داشته باشیم، ببینیم هر کس چه کار است، من میتونم درسم رو جلو برم یا نه. پس میتونم سوالات متفاوتی رو مطرح بکنم، حالا از اگر در شاد هستید از نظرسنجی شاد استفاده کنید، اگرم که حالا در کلاس های حضوری هستید میتونید دوباره سوالتون رو بپرسید و بعد نظرسنجی کنید. برای مثال خانم هدر صدا هست فکر میکنم چون پرسیدید. آره. خب من برای نظرسنجی چی کار میکنم؟ من برای نظرسنجی مثلا سر کلاسم میام یه سوالی رو به دانش آموزم میدم با چند تا روش متفاوت. حالا ممکنه که مثلا من این هفته از بچه‌ها خواستم که بیان نامگذاری ترکیبات یونی رو با تابلو بنویسن. یه ترکیب یونی رو نوشتم روی تابلو، به بچه‌ها گفتم که خب بیاید نامگذاریش بکنید، بگید ترکیب چی هست. بعد هر دانش آموزی اومد و حالا یه نامگذاری کرد، نگفتم نه درسته نه غلطه. بعدش گفتم خب دوستان آیا یک نفر دیگه هست نظر دیگه ای داشته باشه؟ دست میگرفتم بچه‌ها گفتم آره خانم، به نظر من مثلا مثل دو کلوریت رو اینجا اشتباه نوشته خانم، دو رو بعد اینجوری می‌نوشت. یکی دیگه اومد گفت خانم به جای مثل دو کلوریت خانم این بعد آی آی بذاره، یکی میگه بعد دو با حروف بذاره، یکی میگه اصلا لازم نیست بذاره. خب هر کس اومد نظرش رو نوشت، شد 4 تا نظر متفاوت. حالا اومدم نظر سنجی کردم، گفتم کیا با گروه یک موافقن، کیا با فاطمه موافقن. خب مثلا میتونه عدد 1 کا بیارن، هر کی با زهره موافقه عدد 2 رو بیاره. و به همین ترتیب متوجه شدم که چند درصد از دانش آموزان من کجا گیر دارن، مشکل از کجا هست. و طبق همون اومدم و سعی کردم که خودشون رو با هم دیگه، خب حالا شما نظرتو بگو، دیدگاهتو بگو، و اون 4 نفری که اون بالا بودن با اون تیمی که همراهشون بود سعی کردن که به هم دیگه کمک بکنن و در نهایت همشون به یه نتیجه رسیدن که آقا مثل دکتر رو بعد به چه صورتی بنویسیم. حالا درسته شاید وقت کلاس من یک مقدار گرفت، ولی تو در نهایت این دیگه تو ذهنش موند که مثل دو کلوری در نهایت به چه صورتی است. پس می نظر سنجی میکنه. یا مثلا توی فیزیک مثال بزنید یا زمین شناسی همکارایی که هستن، مثلا شما یه مدار یا پای تابلو میکشید، حالا من یه راهنمایی میکنم، یه مدار یا میکشید پای تابلو، بعد میگید که یه مقاومت معادل هم براش حساب میکنید و میگید که آیا من مقاومت معادل رو درست حساب کردم یا نه، نظرتون چیه؟ خب اینجا ممکنه نظرات متفاوت باشه دیگه، دانش آموزی با شما موافقه، مخالفه، یا حالا به صورت‌های مختلف. میرید از نظرسنجی استفاده میکنید. پس من میتونم در فضای مجازی یا در فضای حضوری از نظرسنجی استفاده کنم. من این کارو خودم همیشه توی شاد انجام میدم. حالا به جز یه جای دیگه میتونی نظرسنجی کنی، حتما تو سنجش های آغازی نباید بحث درسی باشه. یه موقع میخوای ببینی حال دانش آموز چطوره، آیا دانش آموزش حالش خوبه، آیا دانش آموزت از لحاظ نگرشی از لحاظ روحی به یه حدی هست که تو درس رو شروع بکنی، یه نظرسنجی میذاری، یه احوال پرسی میکنی، خب ببینی چند درصد از دانش آموز شما الان آمادگی دارن که درس شما شروع بکنی. خب این خودش یه روحیه‌ای میده به دانش آموز که نظر ما میپرسی براش خیلی اهمیت داره. توی کلاس هم همینجور نظرش رو میتونی حالا با همون وایت بورد ها بپرسی و از انگشتش کمک بگیری، با دستش، و ازش بخوای که به شما کمک کنه. اما بریم سراغ قسمت. آها بله، خانم هیدری میگن که درستی، آره نموداره ولتاژ به جریان رو بکشه و حالا ازش میخوام که بخش پیامتون در درستی قانون اوم رو تحقیق کنه. خب تراز آب در چاه در آب تحت فشار در آب خانه آب در یک تراز است. آها آفرین، در مورد آره زمین شناسی سوال پرسیدن، میگم که آیا هست یا نه. حالا تو نظر سنجی هاتون آره میتونید فعلا ببینید شما هدفتون این هست که ببینید بچه‌ها کجای کارن، درسته میتونید درس تا ادامه بدی، نمیتونید درس بعد وایسی. پس تو سنجش آغازین این برای من هم. من میخوام ببینم کجا هستن.
آیا میتونم درسم رو ادامه بدم برم جلو، یا اینکه نه دانش آموز من اکثرشون مشکل دارن و من مجبور هستم که روی همین درس بمونم. پس تو داری دیدگاه داره عامل میشه و داری تصمیم گیری میکنی برای من معلم که چی کار کنم برای توی کلاس. آره روحیش خیلی مهمه. بله مرسی خانم فروهر عزیز. اما بریم قسمت بعدی، پاسخ گزین ها و پاسخ ساز ها که خیلی مهم هستن تو سنجش آغازی. درسته سوالات چهار گزینه ای رو ما خیلی قبول نداریم، ولی اگر که اینا درست طراحی بشن و به جا استفاده بشن، اینا مهمترین ابزار و جز بهترین ابزارهای سنجش آغازین هستن. شما مهمه که میتونید که از سوالات پاسخ ساز مخصوصا استفاده بکنید. یه سوالی به دانش آموز بدید که جوابای متفاوت داشته باشه و دیدگاهاشون رو ببینید تا کجا اینا میتونن برن جلو. آیا اینقدر بله مثلا سوال پرسید دلیل ایجاد تله نفتی در ریف جنس آهکیست؟ این خب برای قسمت نظرسنجیه. بله خانم پولادی، حالا برای پاسخ سازا چی بگیم؟ یه سوالی بگید که سوالهای ممکنه پاسخ ساز باشن یا پاسخ گزین. سوالاتی که همون اول شما مطرح میکنید جوابهای متنوعی میشنوید، یه موقع فکر میکنید میبینید چقدر جواب دانش آموز من خیلی سطحیه، پس من باید خیلی سطح پایین تر کار کنم. یه موقع میگی نه چقدر سطح بالا دارم کار میکنم، چقدر سطح بالا صحبت میکنم، پس میفهمی لول این کلاس بالاتره، میتونی یکم بالاتر کار کنی و میفهمی که دقیقا کجا قرار داری. اما یک تکنیک خیلی جدید و خیلی عالی که دوست دارم امروز معرفی بکنم و دوست دارم که همکارا حتما توی کلاسشون اجرا بکنن و تکنیک فوق العاده کاربردی جدول سه آ هست. حالا شاید فقط آقای دکتر یکی از جلساتش در موردش به صورت کلی توضیح داده بود. این جدول سه آ جدولی هست که در هم آغاز جلسه ما نیاز داریم، هم در بین کلاس و هم در پایان، همیشه به درد ما، هم تو سنجش های آغاز، هم فراخوانی و هم سنجش های تکوینی این به کار ما میاد و خیلی دوست دارم که همکارانم این جدول ها درست بکنم. این جدولی که جانم خانم زهرابی اگه سوالت بفرمایید. نه بنده سوالی ندارم، خواهش میکنم. زنده باشید. سوالو گوش میدم عزیزم. این جدول سه آ من خیلی دوست دارم که همکارا توی کلاس های درس خودشون استفاده بکنن، چون واقعا خیلی کمک میکنه ما همین که دانش آموزمون بدونه که کجا قرار داره و قراره به کجا برسه و اینکه چقدر باید تلاش بکنه تا به اون هدف برسه و چه کاری باید انجام بده. این خب خیلی اهمیت داره. ما میگیم چی کار میکنیم؟ این جدول سه آ با سه تا آ شروع شده دیگه. آنچه که من میدانستم، یعنی شما وقت درست رو میخوای شروع بکنی، مبحث جدید هست، میخوای ببینی دانش آموزتون از قبل چی با خودش آورده توی این کلاس، پس میخوای پیش دانسته هاش رو بسنجی دیگه. درسته؟ مثلا وقتی که من میخوام بحث آرایش الکترونی به دانش آموزان بگم، باید مطمئن بشم که آیا دانش آموز من میتونه، اصلا میدونه عدد اتمی چیه، فرقش با الکترون میدونه چیه، آیا میتونه عدد جرمی، عدد اتمی و حالا بقیه رو حالا محاسبه بکنه. بعد همین صورت چیزایی که حالا من مد نظرم هست که دانش آموز وقتی میاد تو کلاس من بلد باشه. خب پس نیم چی کار میکنی؟ به خاطر همین من از دانش آموز وقتی میخوام موضوع رو درس بدم میگم خب من امروز هدفم اینه، میخوام به اینجا برسم. بچه‌ها من امروز میخوام آرشتون درس، میخوام ترکیبات یونی درس بدم بهتون و حالا چند سوال ازش میپرسی، اون هر چی که میدونه مینویسه. خب و بعد از اون میگم بله درسته سه دبلیو هستش. بله خانم حسنی، آنچه که میدانستم با می نویسه که چه چیزایی می دونستم و توی کلاس شما همزمانه با شما داره میره جلو و هی کم کم داره یاد می گیره. یاد می گیره چی یاد گرفتم؟ خب یاد من کاتیون آنیون رو می شناختم از قبل، می دونستم که کاتیون ها آرایش الکترونشون چیه، آنیون ها آرایش الکترونشون چیه، ولی الان دارم به یه جایی می رسم، الان دارم یاد می گیرم که اینا وقتی که در کنار هم دیگه قرار چجوری ترکیب یونی داره تشکیل میشه، نامگذاریش دارم الان یاد میگیرم و هر اون چیزی که داره یاد میگیره این باید توی این ستون آنچه یاد میگیرم بنویسه. بعد از اینکه شما درستون رو میدید، در پایین که سوالات متفاوتی هم ممکنه سر کلاس از بچه‌ها بپرسی، این از بچه‌ها میخواد تکمیل کنه تا انتهای کلاس، بعد از بچه‌ها میخواد که خب من طبق توضیحاتی که دادم شما احساس میکنید کجا رو مشکل داشتی، کجا رو مشکل داشتی، کجا رو دوست داری بری بیشتر یاد بگیری، کجا رو با توجه به اون اهدافی که من اول جلسه مطرح کردم، اینکه ما اول کلاس اومدیم یه اهداف ما معرفی کردیم دیگه، اینجا هم همینه.
من اهداف معرفی کردم، حالا میگم که با توجه به اون هدفی که من مشخص کردم تو کجا هستی؟ خب باید چه کار بکنی تا به اون بالا برسی، به اون سطحی که به اون هدفی که من مد نظرم. دانش آموز نمی نویسه. خب من میرم نمره سوالات بیشتری کار میکنم و حالا هر چیزی که حالا شما میتونید کمکش بکنید که چه کاری میتونه بکنه تا هفته دیگه بهتر شه. اگر تو پایه ضعیف بوده میگه نه من میرم مباحث پایه رو فهمیدم مشکل دارم، میرم مباحث پایه رو کار میکنم. این دانش آموز اینو برگه میتونه با خودش ببره. میتونم شما یه لحظه نگاه بکنی به این برگه و متوجه بشی که این مشکل کارش کجاست، ولی میتونه این برگه رو با خودش ببره دفعه دیگه که اومد سر کلاس شما. شما یه کاری که میکنی از هر دانش آموز میگی برگه تو بیار، وقتی میخوای صداش بزنی سوال بپرسی با توجه به اون چیزی که نوشته آنچه میخواهم بدانم ازش میپرسی، یعنی ازش میپرسی که خب این گفته بوده من میخوام برم، این خیلی برام مباحثه که سر کلاس گفتید راحت بوده، میخوام برم مباحث سطح بالا یاد بگیرم. پس حالا که اومد تو کلاس من میام دو تا سوال مثلا نری از اون سولفات بهش میدم، مثل کرومات بهش میگم اینو نامگذاری کن، یه سوال دیگه هم سطح بالاترش میکنم. یه دانش آموز گفتم من پایه رو میخواستم یاد بگیرم، میام یه سوال ساده تر ازش میپرسی. پس از هر کس با توجه به اون جدول سه آش سوال میپرسی. این در نمره گذاری نیست، ولی حال در نهایت ما معلم ها دوست داریم آخرش نمره حداقل تشخیص بدید آیا این رفته این کار انجام داده یا نه، و دانش آموز میفهمه که باید چی کار کنه توی هر جلسه، دقیقا باید چی کار کنه تا به اون هدفی که شما مد نظرت بوده برسه. اینجا مشکل نداره، این خیلی جدول خیلی خوبی هست. حتی شما در پایان سال میتونید از آنچه میخواهم بدانم ها اینا رو جمع کنید، همینا رو ازش بپرسید، یعنی اینکه شخصی سازی کنید، یعنی از هر دانش آموز سوال مربوط به خودش. اینکه بعضی وقتا میگن که آیا به تفاوت‌های فردی دانش آموز توجه کرده یا نه، من باید تو آنچه میخواهم بدانم ببینم، چون دانش آموز من سطح پایینه. خب دانش آموز سطح پایین نمیتونه سوال سطح بالاش بپرسید، دانش آموزی که کشش آنچنانی نداره. پس بیایید با هر دانش آموز با توجه به اون چیزی که خودش قرار بوده بره دنبالش و برسه به اون هدف اونجوری بسنجید. خانم هیدری گفتم که نمونه جدول سه آ بود برای سنجش آغازی میتونه استفاده کنی. دانش آموز همون ابتدای جلسه وقتی که وارد جلسه میشه هدف ها رو شما براش مشخص کردی، هر چی از قبل بلد بوده مینویسه، در حین کلاس درس شما رو یاد میگیره، هر چی یاد گرفتی توی ستون دوم آنچه یاد گرفتم اضافه میکنه و در نهایت بعد خودش تشخیص بده که تا هفته دیگه چیکار کنه، یعنی تکلیف برای خودش بزنه که من تو کدوم سطح بودم با توجه به اون اهدافی که خانم مستر کلاس گفت، پس من تا هفته دیگه باید چیکار بکنم. پس میاد این ستون آخر رو تکمیل میکنه، بعد اینو میبره خانم هدری، میتونه آخر کلاس، تا آخر کلاس وقت داره دیگه، این برگه دست خود دانش آموزه، اینو میتونه با خودش ببره خونه، هفته دیگه که اومد شما با توجه به آنچه میخواهم بدانم ها ازش سوال میپرسید، ببینید آیا رفته دنبالش و از هر کدوم با توجه به اون نمره میذاره. برای سنجش آغازین ببینید ما اومدیم امروز اول جلسه اهداف رو مشخص کردیم، گفتیم چیا رو میخوام، اینا رو من معلم بهشون میگم و اونا میدونن وقتی که من دارم درسم رو شروع میکنم، میدونه که تو پای هفتم هشتم چی باید بلد باشه. خب الان نهمه، الان دهمه، برفرض الان پای دهمه، الان میخواد نامگذاری ترکیبات دنیا بدونه، پس این باید پروتون رو میشناخته، الکترون رو میشناخته، باید میدونسته کاتیون چی هست، آرایش الکترونی کاتیون آنیون رو میدونسته و حالا باید ادامهش رو. پس اگه دانش آموز گیر داره درس منو نمیفهمه، خودش متوجه میشه درس پای قبلش رو کار نکرده. میگم لازمش این هست که شما حتما اهداف رو در ابتدای کلاس بیارید. اما بریم سراغ سنجش های بعدی با توجه به اینکه زمان هم آره محدود هست. همکاران خوشحال میشم که شما هم مشارکت کنید. حالا برای این سوال ها من دیگه خیلی صحبت نمی کنم، از شما میخوام که پاسخ دارید. خب سنجش های تکوینی سنجش هایی هستن که شما در حین کلاستون داره حین تدریستون ازشون سوال میپرسید، میخواید ببینید درس شما رو یاد گرفته یا درس شما رو یاد نگرفته. خب شما چی کار میکنید؟ خب تکنیک های مختلفی هست که الان من گذاشتم جا، یک تکنیک ها ممکنه تکنیک پرسشگری باشه، تکنیک های تخت وایت‌بورد های کوچک، گوشه های کاغذی، جملات زایشی، تدریس دانش آموزی و غیره. خب در مورد پرسشگری میخوام ببینم که همکاران چه سوالی دارن. ببینید شما یه سوالی از دانش آموز میپرسی و از جواب اون دوباره هی سوال میپرسی از دانش آموز، برای که ببینید به کجا رسید، آیا دقیقا درس متوجه شده یا نشده. ببینم میگن تکنیک های پرسشگری. حالا اگر دوستان، حالا من یه فرصتی بهتون بدم،
دوستان یه فکر بکنن، هر کدوم سعی کنن که حالا اگر میخواید دستم بگیرید بالا، من میکروفون فعال کنم برای پرسشگری. یه فکر بکنید، تعاملی بکنید در حوزه رشته خودتون، یه سوال بپرسید، هر دانش شما سوالات متفاوت باشه سرش بپرسید، از پاسخش یه سوال بپرسید. حالا فرصت میدم بهتون یکم در مورد تخته وایت بورد های کوچک من صحبت میکنم. تخته وایت بورد های کوچک رو ما گفتیم در ابتدای کلاس ما میتونیم داشته باشیم، برای سنجش های آغازین کاربرد داره، برای یه سنجش های تکوینی کاربرد داره. من وقتی بچه ها میام سر کلاس، برای مثال حالا من مثال شیمی میزنم، اجازه بدید ازشون سوالات داره تو زمینه های درسی خودتون بزنید. وقتی من میام سر کلاس درسی خودم میگم آرایش الکترونی، حالا تعریف به این صورت، اصل آف با اینه و برداش میکشم و میرم جلو، بعدش میام چیکار میکنم؟ بعد ازشون میخوام که پاسخهای خودشون رو، مثلا میگم معنی از شما رسم کنید، خب آرایش الکترونی معنی از اون رسم کنید. دانش آموزای من هم موقع رسم میکنن تو کلاس، میگم تخته وایت بوردتون رو بگید بالا. دیگه من صدا نمیزنم در مورد بگم فلانی بیا فلانی نه یا بقیه جواب ندن. من میخوام ببینم که کسی هست که یاد نگرفته. از همون تخته وایت بورداش که میاد بالا، هم خودش متوجه میشه که کجای کاره، هم همسالانش متوجه، یعنی یه همسال سنجی میشه. هم از طرف من معلم که دارم نگاه میکنم، سریع میتونم بشه بازخورد بدم، متوجه میشم که دانش آموزم آیا یاد گرفته، میتونم برم جلو یا نه، بعدا مفاهیم پایه رو بگم. خب پس میتونم حالا با توجه به مثال هایی که زدن، خب ببینیم یکی از همکارا چرا نقطه جوش آب از ترکیبات مشابه خودش بیشتره. آها، برای پرسشگری و بعد میخواد از پاسخ بچه ها دوباره حالا سوال بپرسه تا اینکه ببینه که واقعا مفهوم رو درک کرده یا نه. آها، وقتی خوراکی شیرین میخوریم کدام خود هورمون ترشح میکنن؟ نخواهی خورو هر گفتن بله. پس ببینید، ما این تخته وایت بورد های کوچک رو همیشه میتونیم استفاده بکنیم، چه در ابتدای کلاس، چه در ابتدای سنجش آغازینمون، چه در حین سنجش تکوینیمون. ما از این استفاده میکنیم، دانش آموز پاسخش میاره بالا، من میدونم ادامه بدم یا نه مثال بیشتر کار کنم. پس این خیلی مهمه. یه مثال دیگه که میخوام بزنیم، یه مدل دیگه، یک روش دیگه، گوشه های کاغذیه. گوشه های کاغذی چند نفر از همکارایی که حالا باش آشنا شدن عده یک رو بزنن، از همکارایی هم که نمیدونن نشنیدن که حالا دورا بزنن، همکاری که نمیدونن، همکاری هم که میدونن عده یک رو بزنن. در مرسی زن دوست عزیزمون که بود، یک زد خانم مولوی بود، نه آقای مهر اصفهانی، بله اجازه دارین بتون جعفری مولوی، آفرین آفرین آفرین، خیلی عالی. ما گوشه های کاغذی پوسترش درست کردیم، در گروه های سنجش اصفهان گذاشتیم، نمیدونم تا چه حد به دست شما رسیده. ما سعی میکنیم هر کدوم از این تکنیک ها رو با کمک خانم دکتر نکویی عزیز در راهبر سنجش اصفهان و عضو دبیرخانه شیمی میاره بیاین تبدیل کنیم به چی؟ به پوستر. و این پوسترها رو در اختیار همه اعضا در تمام گروه ها قرار دادیم که همه همکاران استفاده کنن. خب گوشه های کاغذی به این صورت هستش که من اگر توی کلاس حضوری ام یه سوال میپرسم، بعد در سوالی که من دارم میپرسم، واسه سوال من ممکنه چهار گزینه باشه، یه سوال خوب در میارم، یه سوال خوب میپرسم که همه بچه‌ها ممکنه با هم دیگه بحث داشته باشن و معمولا همکارا بریم سوالایی رو پیدا کنیم که ما که معلمی میدونیم دانش آموزمون از سال پیش کجاها مشکل داشته، همون سوالات رو بیایم مطرح کنیم و اون ایرادات رو بذاریم، متوجه بشیم که یعنی پاسخ‌ها نزدیک به هم باشه، که متوجه بشیم که اون کج فهمی‌ها کجاست و کمک کنیم به اینکه این رفع بشه، چون دارم درس میدم دیگه و این مشکل بچه‌ها حل بشه و درس عمیقا یاد بگیرن. میام کلاسم رو به 4 قسمت تقسیم می‌کنم، A B C D یا مثلا 1 2 3 4 و وقتی که سوالم مطرح میکنم میگم که دانش آموزایی که با گزینه یک موافقن برن مثلا گوشه سمت راست کلاس، دانش آموزایی که با دو موافقن برن گوشه سمت چپ کلاس، و 4 تا گوشه دانش آموزا رو میچینم. بعد از اون میگم چیکار میکنم، بعد از اون میگم خب حالا دانش آموزای من که تقسیم شدن با توجه به اون جوابی که مد نظرشون بود، حالا میگن بیاید با همدیگه گروهی بحث بکنید و هر کدومتون حداقل 3 تا بیایید و سه نظر متفاوت، یعنی بیایید دفاع کنید،
بیاید از نظرتون دفاع کنید، گروه یک بیان دفاع کنن از خودشون. خب از هر گروهی یکی از روشاش این هست که حالا چون کرونا هم هست خیلی پیشنهاد میکنیم که بچه‌هایی که تو گروه یک هستن جمع میرن گروه دوم، تو گروه دوم با همدیگه بحث میکنن، اینا نظرات و پیشنهاد خودشو میده، گروه دوم هم نظر و پیشنهاد خودشو میده، بعد اینا میرن گروه سوم، یعنی با اونایی که گزینه سه موافق بودن دوباره با هم بحث میکنن با گزینه چهارم و در نهایت همشون باید یه جواب مشترک میرسن دیگه، با هم تبادل نظر دارن. وقتی کلاس ها شلوغه بهتر از هر گروهی سه نفر ترکیب بشه، یعنی گروهی که در سمت راست پاسخ یکو میگه بیاد و با بقیه بچه‌ای که توی گروه های مختلف هست سه نفر سه نفر وارد گروه های مختلف بشن و شروع کنن به تبادل نظر، تبادل نظر تا در نهایت به یک جواب برسن. خب این روشش هست. اما اگر شما حالا تو فضای مجازی هستی خوبه که بچه‌هایی که پاسخ‌هاشون یکیه گروه بندی کنید. وقتی گروه بندی می‌کنید توی گروه با هم دیگه حرف می‌زنن، یه دلیل قانع کننده باید بیارن دیگه برای اینکه چرا من این گزینه رو انتخاب کردم، و هر کدوم به عنوان نماینده گروهشون میان پاسخ‌هاشون رو به اشتراک می‌ذارن. گروه 1 2 3 4 همه پاسخ به اشتراک می‌ذارن و حالا با هم دیگه بحث می‌کنن به نتیجه برسن. ولی وقتی که هر کدوم ایده خودشون رو میگن معمولا دیگه دانش آموزا متوجه میشن که مشکل کارشون کجا بود. وقتی که با هم دیگه گروهی صحبت میکنن در نهایت هر کدوم بحث میکنن دیگه به جواب میرسن. خب در مورد جملات زایشی، در مورد جملات زایشی خب من یه چیزی میگم بعد حالا یه مثالی من میزنم بعد فرصت میدم دیگه خودتون حالا مثال های رشته خودتون رو بزنید. برای جملات زایشی بیشتر حالا به نظر من تو درس‌های مثل زمینشناسی، درس‌های ادبیات، درس‌های تاریخ، جغرافیا و حالا درس‌هایی که مثلا حفظی توشون هست خیلی کاربرد داره. اما خب برای شیمی که حالا من خودم درس میدم، مثالی که من میگم مثال شیمی میزنم، شما برید مثال‌های رشته‌های خودتون رو بزنید. مثلا من به بچه‌ها میگم میخوام ببینم که آیا درس رو یاد گرفته یا یاد نگرفته، میخوام یه تکلیفی بهش داده باشم. میام چی کار میکنم؟ میگم بیاید و جمله‌ای بنویسید که در آن سومین حرف ما اتم باشه. خب دانش آموز من چی می‌نویسه؟ همکارای شنین یا حالا همکارای دیگه جمله‌ای رو بگید که در اون که حداقل 7 تا از جمله‌ای که حداقل از 7 تا کلمه تشکیل شده باشه و سومین کلمه‌اش هم اتم داشته باشه. هر چی به ذهنتون میرسه بنویسید. حالا من بگم اول فکر کنید بعد با شمارش 1 2 3 من جواب رو بفرستید. پس من میخوام جمله‌ای بنویسم حرف سومش اتم باشه و دیگه حداقلش از 7 کلمه هم کمتر نباشه. مثلا میگم 1 2 3 بفرستید، کوچکترین جزء مواد اطراف ما اتمی باشد. خب خوبه خانم فروهر، ولی اتم گفتم سومیش باشه در آرایش الکترونی. این بله مرسی، بار الکتریکی اتم در حالت عادی خنثی. مرسی خانم حیدری، مرسی خانم تقی‌زاده. در آرایش الکترونی نه اتم ها قانون آب برایت می شود. بله دوستان دیگه همون آب از دو اتم، آره دیگه اتمش رفت چهارم هفت. بله این دانش آموز داره سعی میکنه یه جمله بگه که حالا در درون اون اتم باشه و حالا هی رفت بده، میتونه بگه مواد از اتم ها درست شدن، تعداد نوترون ها، الکترون ها، الکترون اتم رو مشخص کرد و به همین صورت میتونید آره مثال بزنید. حالا ممکنه بیاید متفاوت سوال بگید، چند تا کلمه کلیدی درس رو بگید و بگید حالا با این جمله بساز و این جمله به این صورت باشه. دانش آموز مجبوره بره بررسی بکنه، سوالات متفاوت رو پیدا بکنه، مفاهیم شاله اطلاعاتش خیلی بره بالاتر و بتونه جملات قشنگ تر رو بیاره. خب این خیلی کمک میکنه اون ذره خونسا وجود داشته باشد. خب پس این در حقیقت من میتونم این کارم انجام بدم. درست بچه یه چیزی که من باید بدونم، من هی تو هیچ کدوم از این سنجش ها نمره نمیذارم، همونجور که ابتدای کلاس هم گفتیم اصلا سنجش هدفش نمره گذاری نیست. ما هدف ما اینه که اگر که دانش آموزی توی هر قسمتی داره مشکلی داره اون برطرف بشه و بتونه اون گپی که اینکه الان هستم به کجا میخوام برسم این گپ رو پر کنیم، یه جوری برسونیمش دانش آموز رو به اون اهدافی که مد نظر منه. لازم نیست هر جلسه میرید نمره‌ای بذارید، درسی پرسید، بذارید بچه‌ها راحت باشن جواب بدن. اگر بخواید نمره بذارید اصلا کلا خلاقیتشون گرفته میشه، اصلا جرئت نمی‌کنه دست بگیره جواب بده. مرسی آقای مهدی اصفهانی، میگن
ذرات بنیادی اتم با نامه بری برای جمهوری سوالی کردن. خب خیلی عالی، مرسی مرسی از همه شما، خیلی عالی. خب بریم بعدی، همکار آماده، اگه خسته شدید یه فرصت بدید. بریم بعدی. خب بریم سنجش تکوینی بعدی که ما میخواییم مثال بزنیم، تدریس دانش آموزی. همکارم برای رشته های خودتونم دوست داشتم این جملات زایشی مثال بزنید دیگه، مثلا زمین شناسی میتونن خیلی استفاده بکنن. خب یا میگم درس هایی که حالا مثل حالا همه درست نمیتونن استفاده بکنن، ولی در کل احساس میکنم درس هایی مثل زمین شناسی امروز همکاری که در کنارشون هستیم، مثلا همکاران زمین شناسی میتونن بیشتر از این استفاده بکنن. یکی دیگه از سنجش هایی که ما میخواییم استفاده کنیم در حینه تدریسمون تدریس دانش آموزه. میخوام بگم دانش آموزه هم درسی یاد گرفته، متوجه میشه من چی میگم. دقت کردید این موقع هایی ما یه درسی برای دانش آموزه توضیح میدیم، بعد دانش آموز میخوانم اجازه من نفهمیده، دوباره دانش آموزه بعد میخوانم من متوجه نشدم، ولی یکی مثلا میخوانم من متوجه شدم. خب یکی از کارهایی که میشه بکنید اینکه تدریس دانش آموز داشته باشه، حالا اون به شیوه های متفاوت، یعنی اینکه از یه دانش آموزی میخواد که بیاد بالا و برای بقیه دانش آموزو توضیح بده. خب حالا ببین اگر امکان گروه بندی داره که این خیلی خوبه، دانش آموزی که خب قدرترن میذاره توی گروه هایی که دانش آموز حالا خیلی مطلع نشده و اینو به هم آموزش بده، یا اینکه نه اگر که حالا توی این اینجوری نیست که میبینید کدوم دانش آموز خیلی بهتره، خیلی خوب درک کرده، زبانش به جوری به گونه‌ای هستش که دانش آموزه دیگه بهتر متوجه میشن، به این دانش آموز میگه بیا بالا و حالا برای بقیه توضیح بده. این یه نمونهشه. یه نمونه دیگه که حالا من خودم سر کلاسم اجرا میکنم، حالا قسمتی که حالا بحث طیف نشریه خطی اینا بود، بچه‌ها معمولا مشکل داشتن، به دانش آموز گفتم که خب الان شما به من تکلیف میتونید کاری که انجام بدید این هست که امروز هر چی که یاد گرفتی بیای برای دوستت توضیح بدی، تعریف کنی، حالا بیا یا لایو شاد بگیر یا اینکه دوربین بذار جلوی خودت بیا توضیح بده امروز چی یاد گرفتی. خب فکر کن که حالا دانش چون الان فضا مجازی هست یا مثلا یه جوری هست که دانش آموز کنار هم خیلی وقت نیستن، گفتم فکر کن که دوستت روبروی تو ایستاده و میخوای یاد بدی، یا فکر کن مامان بابات داری آموزش میدی، خب چه جوری درس میدی، شروع کن به درس دادن. دانش آموز من شروع میکنه به درس دادن، میاد شروع میکنه میگه خب طیف نشریه خطی من میخوام درس بدم، ولی مجبوره بشینه فکر کنه که خب من اولش من مامان بابام که اطلاعاتی حالا نه فقط مامان بابام، مثلا یه هم کلاسش میخواد یاد بده، خب دانسته ها پیش دانسته هاش چی هست، من از کجا شروع بکنم، چه جوری بهش یاد بدم. من این مبحثو بهشون درس دادم ولی باز از دانش آموزا میخوام که بیان و یک توضیحی در مورد موضوع بدم. این به چه دردی میخوره؟ من معلم وقتی که دارم گوش میکنم به این فیلم های دانش آموزم، متوجه میشم که دانش آموز من کدوم مبحث رو کجا رو خوب یاد نگرفته. اولا خودش رفته خوب خیلی سعی کرده که خوب بگه، ولی من معلم میفهمم که کجای کار بچه ها ایراد داره، اون گپه رو متوجه میشم، اون خلایی که هست، اون قسمتی که متوجه نشه، ایراد کارشون دقیقا دستم میاد. پس وقتی من گوش میکنم این ایراد کار دستم میاد. یه کار دیگه دوباره میتونم از همسار سنجی ها و خود سنجی ها استفاده کنم. حالا من یه کاری که خودم تو کلاسم انجام دادم و بردم، کاری که کردم این بود که حالا مشخص نیست توی این پدرم دیگه، یه آزمونی من به دانش آموزا دادم. خب هدفم نمره گذاری نبود، خواستم که مطمئن بشم، چند تا سوال در آوردم از حالا مباحثی که مد نظرم بود، به نظرم بچه ها توش کم ایراد داشتن، بعدم سوالات متفاوت طراحی کردم. برای هر سوالم هدف مشخص کردم، مثلا نوشتم مثلا سوال 4 من میتوانم آرایش الکترونی اتم ها را طبق اصل آفبا بنویسم. پس هدفم از هر سوال رو مشخص کردم که دانش آموز من بدونه من اگر این سوال آوردم هدفم کجا بوده. برای تک تک سوال ها من اومدم هدف رو مشخص کردم و در نهایت برای دانش آموز من یک فرم نظرسنجی آوردم، این فرم خودسنجی آوردم. این فرم خودسنجی به این صورت بود که دانش آموز من شماره سوال رو نوشته بودم، از دانش آموزم خواستم که خب شما من بگو ببینم سوال اول رو درست پاسخ دادی یا غلط پاسخ دادی، اگر درست یا غلط پاسخ دادی علتش چی بود، اگر غلط پاسخ داده مثلا دانش آموزم نوشته بودن خانم من اصلا مفاهیم پایش رو یاد نگرفتم، خانم من اصلا سوال یه سری نوشتم خب من سوال رو درک نکرده بودم، و حالا یه سری نوشته بودم خب من اینقدر این نمونه سوال رو کار کردم که خیلی برام راحت بود، و بعدا نوشتم برای بهبود عمل کرده تا جلسه بعد چه کاری باید انجام دهی. پس من
در داخل جدولم یه قسمت دیگه هم گذاشتم برای بهبود عمل کردم تا جلسه بعد چه کاری باید بکنم. خب دانش آموز من الان دقیقاً وقتی که من این امتحان سر کلاس گرفتم از دانش آموزان و دادم، حالا توی اون زمانی که داشتیم بهشون دادم، گفتم خب پاسخ سوالا این میشه، بچه ها همه چک بکنید اینجوریه، حالا بیاید خودتون خودسنجی بکنید. دانش آموزان مدام خودسنجی کردن. در پایان کلاس دانش آموزا گفتن خب خانم من متوجه شدم دقیقاً کجا اعتراض دارم. دید دانش آموز من نمیاد بگه مثلا من شیمی مفصل کلا نفهمیدم. دانش آموز من دقیقاً میاد میگه من الان تو مبحث آرایش الکترونیک اونجایی که به عناصر دسته دی میرسه من خانم مشکل دارم، من ساده ها رو مشکل نداشتم و خانم من اونها رو درست نوشتم، من توی این قسمت مشکل دارم. این فرم را میتونی به صورت همسال سنجی یا به صورت خودسنجی به دانش آموزت بدی و حالا به دانش آموزت بگی که حالا اگر همسال سنجی باشه دوستش بیاد نگاه کنه. من در تو همسال سنجی خیلی به صورتی هستش که خیلی حساسیت ها بالاتره، مخصوصا تو دخترها که خیلی سعی میکنن با دقت بیشتری نگاه کنن که دوستشون چی نوشته. به خاطر همین که دقیق میشن، همین که دارن سعی میکنن با دقت جواب بدن، خود همین خیلی خوبه. یه کار دیگه همون کارتای پاسخ، هم مطالبی که یاد گرفته رو میتونه بذاره از کارتای پاسخ استفاده بکنه. از کارتای پاسخ ما تو سنجش های آغازین داریم، بستگی به هدف شما یا اینکه مثلا در هنگام تکوینی میخواد ببینی یاد گرفتن یا نه، کافی کارتاشون رو بیارن بالا، حالا با استیکرهای مختلف ممکنه نشون بدن یا با شیوه های مختلف که شما متوجه بشی که بچه ها کجان. من هم نمونه هایی از کارها رو آوردم. این نمونه کارت های ورود و خروجه. وقتی دانش آموزان سر کلاس میان، الان نگاه کنید به این کار، دانش آموزان وقتی اومدن سر کلاس هر کدوم بستگی داره به سوال من امروز میخوام درس ادامه درس قبلیمه یا اینکه نه درس جدید میخوام شروع کنم که به درس قبلیم ربط ندارم، من پس دومو دارم شروع میکنم کار پس اول ندارم. با خودش چی آورده؟ کارت های ورودی که میاره حالا میتونه شامل یه نمونه سوال خیلی خوب باشه. من از دانش آموزم میخوام یه نمونه سوال خیلی خوب با خودش بیاره توی کلاس، یا مثلا اون برگه‌ای که سه آ نوشتم قرار بود بره کار بکنه بیاد. خب اون چه جوری بود؟ اون برگه‌ای رو که من نوشتم ممکنه بره یه سوال خوب با توجه به اون چیزی که خودش نوشته، خودش می‌خواسته طراحی کنه، الان تو کارت ورود بندازه. خب من حتی خیلی وقتا ممکنه از همون کارت ورودی که دانش آموز میاره ازش سوال بپرسم، خب ببینم شما قرار بود هفته پیش روی این سوالا کار کنی، الان سوالی که طرح کردی چی بوده؟ اینه. خب می‌پرسم سوال مشابه اون سوالی که قبل داری دنبالش. اینا میشه کارت‌های ورود. اما هنگامی که دانش آموز می‌خواد از کلاس خارج بشه، یه چیزی دریافت کرده، می‌خوام ببینم اون یاد گرفته یا نه، میگم یه سوال خودت طراحی کن، یه سوال خیلی خوب اصولی با توجه به چیزایی که یاد گرفتی امروز یه سوال طراحی کن. حالا از اون سوالی که طراحی میکنه من متوجه میشم که دانش آموز من درکش از مبحث امروز من چی بوده، تونسته یکم یه سوال خیلی خوب برام طرح کنه بنویسیم و این کارت خروج میتونه توی این بذاره. یا اینکه در فضای مجازی بچه‌ها میگی که دارید از کلاس خارج میشی، حتما یه سوال خیلی خوب طرح بکنه توی این کلاس. خب و به همین صورت اینم نمونه تخت وایت بورد های کوچکه، یعنی اگر وایت بورد نیاوردن شما میتونید بگید روی مقوا روی تل بنویسن و حالا نمونه کارشون رو بگیرن بالا که شما متوجه بشید و کارشون رو ببینید. از جمله تکنیک های دیگه، این تکنیک های کارت وضعیت هست که ما سنجش آغازین هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. اینکه حال بچه‌ها رو می‌خوای اینجا بسنجی، می‌خوای ببینی حالشون خوبه نیست، با یه استیکر میتونن توی فضای مجازی به شما نشون بدن، یا اینکه آیا مبحث خوب یاد گرفتن یاد نگرفتن، وضعیتشون چه جوریه دوباره با یه استیکر میتونن نشون بدن و به این صورت. اینم تکنیک کارت‌های وضعیت هست. تکنیک‌های من تکنیک‌های تراکمی هم بگم و دیگه حالا بحثم رو بعدا تمام بکنم. این سنجش های تراکمی سنجش های خیلی مهمی هستن. شما زمانی که میخواید دیگه ببینید که دانش آموزا تا چه حدی مطالبی که شما مد نظرت بوده و هدفت بوده رسیده، بالاخره باید یه سنجشی ازشون داشته باشه دیگه، به چه صورته؟ یا میای آزمون های عمل کردی ازشون میگیری. آزمون های عمل کردی مثل چی؟ یه سوالات میپرسی ازشون که تو زندگیش نقش داره. برای مثال سوالات متفاوت عمل کردی، یعنی امتحانای عمل کردی، یعنی که بفرستیش توی موقعیت هایی که توی طبیعت مثلا زمین شناسی میتونه بره اون نمونه سنگی که شما مد نظرتون رو پیدا کنه بیاره، اگر توی فیزیک هست اون مداری که مد نظرته ببنده،
حالا میخواید موازی باشه، میخواید متوالی باشه، اینکه بتونه این کار رو انجام بده. یعنی تو عملا داره میبینی، مثل کسی که تو موسیقی شما میای بهش نوت های مختلف رو یاد میدی، ولی وقتی که داره آهنگ مینوازه، وقتی داره آهنگ رو میگه، یعنی این در عملش رو نشون میده. خب این دیگه لازمی سال دیگه حتما مطمئنا این نوت ها رو خوب بلد بوده. آره یه فراورد باید داشته باشه. و ببینید قرار نیست ما همه اینا رو سر کلاسمون اجرا کنیم. شما ممکنه یکی از اینا رو سر کلاست اجرا بکنیم. منم تو کلاس خودم بعضی وقتا سعی میکنم ببین تازه این تکنیک ها خیلی خوبه، کمک میکنه که تو کار جلو بیفته. کلا این تکنیک ها کمک میکنه شما کار جلو، وقتی شما پاسخ همزمان رو داشته باشی کار تو جلو میفته. وقتی تو یه آزمون عملکردی طراحی میکنی دقیقاً بچه متوجه میشه که این عملکردش در زندگی کجا بوده و سعی میکنه به اون پاسخ بده. کارتای خروج هم که خدمتتون گفتم و چون سنجش عملکرد و کارپوشه امشب در گروه سنجش اصفهان توسط راهبر خوبمون آقای دکتر محمد علیزاده از شاهین شهر و جناب آقای مرادی از پی بکران توضیح داده میشه، ساعت 9 شب ما دوباره جلسه داریم تو گروه واتساپ راهبران اصفهان، دیگه من در مورد اینا خیلی توضیح نمیدم. انشالله امشب جلساتش هست. همکاران اصفهانی که توی گروه های سنجش ما عضو نیستن، ما هر هفته سه شنبه ها 9 شب جلسه داریم، به این صورت که مفاهیم سنجش که سال گذشته توسط خود آقای دکتر نادری‌پور و حالا راهبران دیگه در برنامه تلویزیونی پخش شد، میان توضیح میدیم، تفسیر میکنیم، راهبرانمون میان مثال میزنن و هر کدوم در مورد هر کدوم از این موضوعا میان صحبت میکنن. انشالله ما امشب 9 شب آقای دکتر محمد دریزاده رو داریم و آقای مرادی. همکاران ناحیه چهاری که توی گروه نیستن میتونن به خانم زهرابی بگم یا خانم زهرابی لینک گروه واتساپشون رو بفرسته که عضو گروهشون بکنن، که حتی مطالبی که ما تو گروه اصفهان داریم اجرا میکنیم، کاری که ما داریم توی اصفهان انجام میدیم، ده هفته است داریم کارو میکنیم، ایشون این مطالب رو حداقل اونجا منتقل بکنن. ما چون هر هفته ما جلسه داریم توی سنجش اصفهان که هر هفته جلسه داره سه شنبه ها، دبیرخانه کشوری هم که خدا رو شکر به خود مستثمر حضورتون هست. و من چون میگم این بحث ها میشه، من فقط در مورد جیکسا و روبریکی صحبتی بکنم و دیگه بحثم رو تمام. جیکسا یکی از روش های خیلی جدیدیه، من خودم توی کلاس هم استفاده میکنم. ببین کافی یه بار یه تکنیکش رو استفاده بکنی، تکنیک خیلی خوبیه. این تکنیک رو من به عنوان سنجش تراکمی استفاده میکنم که اون موقع میخوام نمره بذارم برای دانش آموزم میخوام استفاده بکنم. چیکار میکنم؟ من توی پایه 11 اومدم تعیین گرمای واکنش دلتا اچ آنتال به واکنش بودن شما رو درس دادم. خب یه فصلی من وقت گذاشتم روش، اومدم روش مستقیم رو درس دادم، روش غیر مستقیم برای بچه توضیح دادم. مثال کار کردیم، حل مسئله داشتیم، بچه توی مباحث خیلی گیر دارن. دقت کردی؟ من یه جلسه همیشه میذارم برای اون امتحانی که میخوام از این مباحث بگیرم. حالا امتحانمو چجوری میگیرم؟ من همیشه امتحانم نمیام کاغذی بگیرم، همیشه نمره نمیذارم برای دانشجو، ولی اینجا میخوام نمره بذارم. میام چه کار میکنم؟ میتونی نمره بذارید، میتونی نذارید، ولی ما با عنوان سنجش تراکمی که میگیم یعنی سنجش هایی که میتونید برای نمره گذاری ازش استفاده بکنید. کاری که من میکنم، میام نگاه میکنم به موضوع و تعداد افراد جمعیت کلاس. کلاس من بر فرض مثال 16 نفره، من میام کلاس هامو 4 نفره میکنم، 4 تا گروه 4 نفره، به هر نفر از اعضای گروهشون یه سوال میدم. یعنی کلا من 4 تا سوال طراحی میکنم، به جای اینکه 10 تا سوال 15 تا سوال طراحی کنم مداد کاغذی بدم بچه ها، میام 4 تا سوال مفهومی خیلی خوشگل محاسباتی میدم که بچه ها درک بکنن، یعنی مجبورشن حل کنن. چه کار میکنم؟ نگاه میکنه توی این اعضای گروه ها میبینید این 4 تا گروه 4 نفره ما داریم، هر کدوم سعی کنم با یه رنگی نشون بدم که مشخص بشه. بعد میام به هر کدوم از افراد گروه هم، به هر کدوم از افرادی که توی گروه هست یه سوال میدم. یعنی برای نفر اول یه سوال، برای نفر دوم سوال دیگه، یعنی افرادی که توی یه گروه هم سوال متفاوت دارن. حالا اگر وقت ندارید سوال براتون پیش نمی کنم، من 4 تا سوال می نویسم پای تابلو، میگم که خب اول از همه هم که میرم توی کلاس میگم یکی بگه من 1 2 3 4، هر کس توی گروه یکی میگه من 1، یکی میگه من 2 3 4. بعدم میام سوالا رو پخش میکنم، میگم خب یکی ها این سوالا بنویسن، نفر دوم توی هر گروه این سوالا بنویسه و تا پایان همه بچه‌ها بیان و سوالات متفاوتشون رو بنویسن. بچه‌ها سوالا رو مینویسن، بعدشون یه زمانی میدم، میگم شروع کن به پاسخ دادن. چیکار میکنن؟ ببینید هر کدوم سوال خاص خودشونه دارن، هر دانش آموز شروع میکنه پاسخ میده به سوالات خودشون،
ولی میگم که اصلا حق نداری تقلب کنی، یا فکر کن، خودت فکر کن و پاسخت رو بنویس. دانش آموز من توی کلاس فکر میکنه، پاسخش رو مینویسه و حالا من مثلا 5 دقیقه وقت میدم برای این سوال، بستگی به سوالتون داره، 5 دقیقه وقت میدم، میگم خب حالا نترسید، نترسید، فرصت دارید. حالا اگر بعد میبینم که همیشه توی گروه چند نفر هستن که نمیدونن دیگه، همه که توی صف نیستن، همش دوست دارن از یکی بپرسن. خب من این خودم این فضا رو براش آماده میکنم. به این دانش آموزم که حالا اینجا به رنگ آبی نشون دادم، به همه دانش آموزان میگم هر کدوماتون 3 دقیقه 2 دقیقه وقت دارید که اگر در مورد سوالتون مشکلی داری از اعضای گروه کمک بگیری. از هیچ کمک نمیتونی بگیری، ولی از اعضای گروهت میتونی کمک بگیری. هر کدوم هم سعی میکنن که سوال خودشون رو اگر توش ایرادی هست بیان برای بقیه اعضای گروه مطرح کنن. یعنی یک میاد برای 2 میگه، 2 برای 3، بچا همینجور برای هم دیگه میان و توضیح میدن. و هر کدوم سعی میکنن که کمک راهنمایی کنن به اعضای گروهشون که بهترین پاسخ ها داشته باشن. بعد چه اتفاقی میفته؟ من میام و قدم بعدی میام و گروه های تخصصی درست میکنم. یعنی چجوری؟ میگم همه یکی ها جمع شد یه طرف، بشید یه گروه، تمام یکای گروه یک برن با هم بشن یه گروه، تمام نفر دو هر گروه با هم بشن یه گروه دیگه، نفر سه همینطور، یعنی اونایی که سوال سه را دارن همه توی یه گروه مجزا هستن. و حالا بهشون فرصت میدم که هر کدوم از افرادی که توی این گروه های تخصصی الان هستن بیان و چیکار کنن؟ بیان و 2 دقیقه حرف بزنن. همه باید حرف بزنن. همه میان 2 دقیقه حرف میزنن، میگن من چرا چه جوابی پیدا کردم، من به چه جوابی رسیدم و نظر خودشونو میگن و بقیه هم سعی میکنن که نظر خودشونو بگن، چون یکی بودن دیگه، و به جواب درست برسن. اینقدر با هم کل کل میکنن که هر گروهی یه جواب درست پیدا کنه. یعنی سوال یکی باید در نهایت همشون زده باشن به یه پاسخ برسن و من اینجا هدایتگرشون هستم، کمکشون میکنم. بعد از این مرحله میگم برگردید سر گروه های خودتون و من برشون میگردونم سر گروه خود، سر جای خودشون. من فقط میرم بین دانش آموزان میچرخم، مطمئن میشم که اینا از بحث خارج نشدن، دارن درست میگن، تشنگی ندارن. یه ذره بعضی جاها هم یه کمکی، یه ایده‌ای بهشون میدم، یه کمکی میکنم که از مسیر خارج نشن، یه ایده هایی بهشون میبینم، راه داره کج می دوباره بهش میگم. بعد برمیگم میگم خب برگردید تو گروه های خودتون. حالا برمیگردن تو گروه های خودشون و حالا هر کدوم سعی میکنن برای همه اعضای گروه بگن. اونی که شماره 1 سوالش بوده باید بیاد برای تمام اعضای گروهش بگه که جواب این سوال به چه صورته، یعنی همه باید قانع بشن. نفر دوم همینطور، نفر سوم و چهارم. خب این خیلی خوبه که شما برای تدریستون استفاده میکنید و هر کدوم از بچه ها توی گروه هاشون صحبت میکنن به یک، و من انتظار دارم اینجا که هر کدوم از دانش آموزان به 4 تا سوال مسلط بشن. پس هر کدوم از دانش آموزا به 4 تا سوال باید مسلط بشن. چرا؟ چون نفر اول 2 دقیقه وقت داره، سوال یکی رو برای بقیه اعضای گروه میگه، نفر دوم سوال دو رو برای بقیه اعضای گروه توضیح میده. حالا من معلم وظیفم چیه؟ حالا من میام از بچه‌ها سوال میپرسم و براشون نمره میذارم. پس مگه من هدفم یادگیری نبود؟ من که نمیخوام دارم شکست دانش آموزان ببینم هیچ یاد نگرفته. من هدفم اینه که بچه‌ها یاد بگیرن. خب این یک روش خیلی خوبه که دانش آموزان یاد گرفته. من دیگه الان مطمئنم همه بچهای کلاسم همه روش‌ها رو یاد گرفتن. یعنی هم از قانون حس میتونه حل کنه اینو، از طریق آنتالپی پیوند میتونه گرمای واکنش رو به دست بیاره و مثال‌هایی که من از این قبل بهش دادم میتونه. چرا؟ چون اینقدر با هم دیگه بحث کردن که به نتیجه رسیدن. حالا میام توی گروه‌ها سوال می‌پرسم. میخوام نمره بذارم. به گروه یکم میگم که خب یکی از بچه‌ها رو صدا میزنم و بهشون میگم که رندوم سوالی که مال خودش نیست میپرسم. اینا من از قبل بهشون میگم، میگم از هر کدوم سوالی میپرسم که سوال خودتون نبوده. از گروه اول اون کسی که سوال دو رو باید حل میکرد سوال یک ازش میپرسم، نمره میذارم برای کل اعضای گروه. میگم گروه شما موظف بود با هم دیگه تبادل نظر داشته باشه، بحث داشته باشه. این کار اینقدر قشنگه و اینقدر بچه‌ها علاقه نشون دادن که من زمانی که به صورت جیکسا در کلاس درسم این کار انجام میدم حس میکنم که، یعنی بعد از پایان کلاس دانش آموزا توی این مبحث خیلی با مشکل روبرو نمیشن و اکثر دانش آموزا خیلی شادن و فعالیت دارن، اصلا کلاس خسته کننده نیست. اصلا زنگ تفریح هم برین همینجور نشستن، اصلا نمیخوان از جاشون پاشن، چون خیلیشون تحرک دارن، با هم حرف میزنن و دارم یاد میگیرم و در نهایت هم براشون نمره میذارم و به عنوان سنج تراکمی استفاده میکنم. خب من ابزار آخرم هم بگم،
ابزار یک راهنمای امتیازدهی. بفرمایید خانم زهرابی جان. سوالی نیست، فقط من یک مورد بگم که لینک ثبت نام رو سنجاق کردم که همکار انشالله ببینن بعد مشکلی برام پیش نیاد. همکار سنجاق شد، اگر که لطف کنید و ثبت نامتون هم انجام بدید تا یه تایم آخر وقت دارن. ممنون، مزاحم نمیشم، ادامه بدید. خواهش میکنم. من میخوام تکنیک آخر رو بگم. من امروز میخواستم مثلا کلا روبریک تخصصی کار کنم، ولی خب این نتیجه رسیدیم که تکنیک کار کنیم خب خیلی بهتر هست. فقط من روبریک رو از روش میگذرم که میخوام بگم یک راهنمای امتیازدهی برای سنجش و اندازه گیری هست. من به چه صورتی؟ من نمیتونم روبریک ها هم در سنجش آغازین هم استفاده کنم، هم در سنجش تراکمی و هم در سنجش پایانی میتونم استفاده بکنم. اما این روبریک چی هست و چه تفاوتی داره با ابزارهای امتیازدهی مثل فهرست وارسی، مثل مقیاس درجه بندی؟ من شاید ببینید، ما توی فهرست وارسی سوالاتی که مطرح میکردیم اینجوری بود، یه سوالی از دانش آموز میپرسیدیم، دانش آموز فقط باید میگفت بله یا خیر، آیا مثلا به اهداف درس رسیده، بله یا خیر، مثلا آیا میتواند. تو ابتدایی هم داریم دیگه، اگر دقت بکنید بچه های ابتدایی، اگر دانش آموز ابتدایی داشته باشه تو منزلتون، ببینید که خیلی با این فهرست کار دارن. مثلا معلمشون وقتی میخواد میگه که آیا روانخوانیش رو به خوبی انجام داده است، بله یا خیر، از فهرست وارسی استفاده میکنن برای این مقیاس ها. مقیاس درجه بندی چیه؟ مقیاس درجه بندی میاد و به چند درجه عالی، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم میشه. یعنی میگه کار دانش آموز من خیلی خوبه، متوسط، ضعیفه و به همچنین، و هیچ توضیحی نمیده. خوب یعنی چی؟ متوسط یعنی چی؟ مثلا از 1 تا 5 فقط بهش نمره میده، ولی نمی توصیف نمیکنه که دانش آموز 5 یعنی چی، دانش آموز 4 یعنی مشکلش کجا بوده که شد 5 نشده. یه 4 بهش میده، دانش آموز میده. اگه دقت کرده باشید دوباره تو امتحانات ریاضی، من دیدم تو پایه‌های ابتدایی خیلی معلم این کارو میکنن، برای هر سوال میان هدف مشخص میکنن و بعد 1 2 3 4 5 میذارن. بعد دانش آموز میگه شده 4، یکی میگه 5 از این سوال، ولی دانش آموز نمیدونه چرا 4 شده. خب اما روبریک میاد چیکار میکنه؟ این مسئله رو برامون حل میکنه. میاد برای هر معیار ما میاد توصیف عمل کرد میکنه. همکاران صدا و تصویر من هست با توجه به اینکه دوستان میگن؟ بله فکر کنم داشته باشم. بله خب مرسی. من از روبریک استفاده میکنم همکاران، این روش هایی هست که من استفاده میکنم توی کلاس درس خودم. و اینکه میگید زمان کمی، زمانی منم خودش کمی، ما هم شیمی دهم داریم، همه میدونن تو شیمیا ما همیشه میگیم اصلا فرصت نداریم، ولی من این روش هایی که استفاده میکنم ببینم که چقدر کمک میکنه، باعث میشه که من برم جلوتر و بچه ها مشارکت میکنم، بچه ها لذت بخش کلاس براشون. یعنی من زنگ تفریحم که بره، بچه ها میشینن توی کلاس، حاضر نیستن، کسی متوجه نمیشن زنگ تفریح. نه که بگم هر جلسه، برای شما هر چند جلسه یه بار یه چنین تکنیکایی رو به کار ببرید. آقا در سال شما چند بار از این تکنیک‌ها استفاده کنید، هم خودتون لذت ببرید هم دانش آموز. ما می‌خوایم دانش آموز چیزی یاد بگیره، نمی‌خوایم فقط درس بدیم بریم جلو. عمق یاد بگیره، کم یاد بگیره بهتر از اینه که حالا شما بخواید مباحث خیلی طولانی، مباحث خیلی زیاده بهشون بدید. خب من برای فهرست وارسی برای جلسه امروزمون، من اومدم یه فهرست وارسی نوشتم که خودتون رو بسنجید. دانش توضیح نمیدم، گفتم با توجه، یعنی خودتون، مگه من اهداف رو اول جلسه مشخص نکردم؟ خب حالا میخوام ببینم که آیا طبق فرواسی هر کدوم خودتون رو بسنجید، بگید من میتوانم ترفندها و تکنیک های سنجش آغازی رو درک بکنم، من میتونم تو کلاس خودم به کار بگیرم. خود سنجی کنید همکارا، بنویسید بله یا خیر. دوست دارم اینجا هم تو چت باکس بنویسید بله یا خیر. یکی الان ممکنه به ذهنش برسه من یه چیزایی یاد گرفتم ولی همشو یاد نگرفتم، الان بله بزنم یا خیر بزنم؟ الان این سوال برای شما پیش میاد. پس فهرست وارسی مشکلش اینه. پس من میام از چی استفاده میکنم؟ از مقیاس درجه بندی. خب مقیاس درجه بندی میگه حالا اومدم تقسیم کردم، عالی، خیلی عالی یاد گرفتم درس امروز، خوب بود، متوسط تا شدم، حالا دیگه عالی، خوب، متوسط، ضعیف، 1 2 3 4. خب میام اینجوری درجه ها رو مشخص میکنم. آیا من میتونم ترفند ها و تکنیک ها رو، شما چی میزنید؟ بین ضعیف، متوسط، خوب، عالی. آها خیلی خوبه، میزنید عالی، آفرین. خب من میام چی کار میکنم؟ من خودم میام از، ببین بازم توصیف نکرده،
الان همکار من مونده که من نمیدونم خوبم یا متوسطم. خانم شیرین منظورش چیه؟ از متوسط منظورش چیه؟ از خوب مد نظرش چیه؟ اصلا ضعیف یعنی چی؟ نکنه من فکر میکنم عالیم ولی عالی نیستم. خب پس من میخوام توصیف بکنم، روبریکا اینجا به کار میاد. حالا من مثال میزنم تو درس شیمی خودم که روبریک نویسم چی کار میکنم. ما میریم چی کار میکنیم؟ من الان برای درس امروزمون، کاری که امروز میخواستم انجام بدم، بعدم روبریک نوشتم. گفتم که ببینید هدفمون رو ما اول جلسه گفتیم، گفتم همکارای محترم من از همه شما یعنی انتظار دارم که در پایان بگید من ترفندها و تکنیک های سنجش آغازین تکوینی و تراکمی رو خوب خوب یاد گرفتم. خب اگر همکاری بگه من خیلی خوب یاد گرفتم و اینقدر یاد گرفتم که بتونم حتی به همکارای دیگه برم براشون توضیح بدم، من بهشون میگم چی؟ این دانش این همکار من تو سطح چند قرار گرفته؟ سطح 4. سطح 4 بهترینه. سطح 3 کدوم کیان؟ اونایی هستن که امروز از جلسه من به این نتیجه رسیدن که من متوجه شدم آقا یه سنجش آغازینی هست، یه تراکمی هست، یه تکوینی هست، یه تراکمی هست، من میتونم تو کلاسم اجرا کنم، ولی دیگه برای کسی نمیتونم تو اونقدر حالا توانایی اون ندارم که بخوام برم به کسی هم برای همکارم توضیح بدم در مورد این روش ها. اینا میشن سطح 3. سطح 2 همکارایی هستن گفتن تا حدودی من درک کردم، ولی اینکه برم مثال پیدا کنم و اینا نیاز به کمک دارن، یعنی باید همکاری باشه، کسی باشه که کمکم بکنه. خب و سطح 1 همکارایی هستن امروز که میزنن 1، همکارایی که میگن من هنوز برای اینکه این تکنیک ها رو استفاده بکنم نیاز هست که مطالعه بیشتری بکنم. همکار محترم دوست دارم که به این روبریک به خودتون یه خودسنجی بکنید خودتون. آها مرسی، خیلی هم عالی. همکار محترم لطفا هم واسه خود سنجی بکنید، میخوام ببینم در نهایت. آها خب خیلی هم عالی، بسیار عالی، بسیار ممنون از همکارای خوبم که همراهی میکنن. من فقط عکساشو میزنم دیگه، الان من بحث ندارم. من نمونه کار خودم رو آوردم توی کلاس فضای مجازی، همکاری که میگم کار وقت گیری هست. من اومدم یه آزمونی طراحی کردم توی کلاسم و توی کلاس خودم اومدم و براش روبریک نوشتم. برای یعنی 4 تا سوال دادم به دانش آموز، بعد اومدم براش روبریک نوشتم. بعد که روبریک نوشتم به دانش آموزام گفتم خب امتحان تمام شد، بعد همه بچه‌ها رو ترس در نه، بعد گفتم خب حالا امتحان تمام شده، حالا بچه‌ها بیاید. من همزمان تو فضای دیجیتال در حال تخریبات بود می‌نوشتم و نگاه میکنم و میگفتم خب حالا نظرسنجی رو فعال کردم، اگه نگاه بکنی در سمت راست نظرسنجی رو میبینی. به دانش آموزان گفتم که عزیزان من چند نفر شما تو سطح 4، چند نفر تو سطح 3، چند نفر تو سطح 2، چند نفر سطح 1. و همون موقع بچه ها تو چت باکس چون توی فرم نظرسنجی یعنی همزمان از نظرسنجی هم من استفاده میکنم و خودسنجی میکنه دانش آموز من، هم روبریک هم خودسنجی هم نظرسنجی همه رو با هم و دانش من متوجه میشم خوب پس این سوال بچه های من اکثرا مثلا خیلی خوب بودن، خیلی خوب یاد گرفتن، یا اینکه دانش آموزای من مشکل داشتن توی این مبحث. و من خودم بعضی جاها متوجه میشم که سوال من انگار سطحش خیلی جالب نبود، دانش آموزای من سوال متوجه درک نکردن. یعنی اونایی که سطح 1 میزنن بعد میرم پیگیری میکنم میگم چرا یاد نگرفت، خودش میگه چون روبریکو گذاشتم جلوش و طبق اون دارم میگم. روبریکم که گفتم طبق اون اهداف کتاب درسی، اهداف ما از راهنمای معلم ما میاری. منابعی که حالا شما میتونید، خب من گذاشتم دیگه تصویر ویدیو برای دیگه در پایان، من منابعی که شما میتونید ازش استفاده بکنید و میذارم در خدمتتون، میتونید از این منابع استفاده بکنید. کتاب‌های سنجش برای یادگیری الکترونیکی و ترکیبی و سنجش تکوینی آمیخته منابعی بود که من سعی کردم امروز استفاده بکنم، همچنین به هر حال از منابع مختلف دیگه که به هر حال رفرنس ها شما آورده بودید. خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمت شما همکاران بودم. خیلی دوست داشتم مثال های فیزیک، زیست، زمین، رشته های مختلف رو پیدا کنم، اما با توجه به ضیق وقتی که ما هر روز تقریبا دبیرخانه‌مون یه جلسه داره من یه فرصت نکردم و دوست داشتم که خودتون بیشتر مشارکت بکنید. دوستان در خدمت شما هستم، اگر سوالی هست بفرمایید. ممنون خانم شیرینی عزیز، زنده باشید. مطالب مثل همیشه شیوا بیان شد. انشالله که اونطور که ما تو واکنش ها دیدیم تو روبریک کلاس خودمون متوجه شدیم که در سطح 3 و 4 قرار دارن، خیلی هم عالیه.
اتفاقا خیلی در واقع روبریک جالبه، چون به هر حال یه وقتی آدم میگه خب من همه چی یاد گرفتم، و دانش آموزم همینطوری میگه من همه چی یاد گرفتم، ولی وقتی که با روبریک طرفه دیگه میفهمه نه هنوز انقدرم یاد نگرفتم. قشنگه. و اتفاقا آقای دکتر نادلی پور برای فیزیک من دیدم که روبریک فیزیک رو توی آپارات گذاشتن، حالا دبیرای فیزیک میتونم مراجعه کنم و به هر حال فیلم ایشون رو ببینن. حالا اگر که خودم همکارا نه اگر از این 60 جلسه فیلمی که ما هر هفته داریم توی گروه های سنجش رو میفرستیم که حالا به صورت یه فایل PDF هست، اگر نگاه بکنید قسمت شیمیش خانم سامانی آقای مهر اصفهانی رفتن توضیح دادن، روبریک شیمی رو اونجا در آوردن، یا برای قسمت فیزیک همکاران فیزیک رفتن و روبریک رو در آوردن و توضیح دادن. یعنی فیلم ها هم به صورت تخصصی هست. بسیار عالی. پس خیلی هم عالیه. من چگونه روبریک بنویسم برای آقای دکتر نادریپور برای درس فیزیک دیدم. حالا انشالله که خیلی هم عالیه. همکار اگر مراجعه کنن انشالله تو گروه واتساپ هم من اعضا رو دیدم. خب خوبه نسبت به ناحیه‌مون عضو داریم. الان واتساپ هم برای همکار عزیز نوشتیم گروهمون لینکش چی هست، انشالله عضو میشن. گرچه ما یه سری مطالب رو تو گروه سنجش میذاریم و سرگروه‌های درسی هستن و از گروه برداشت میکنن توی گروه خودشون رو انتشار میدن. بازم خوشحال میشیم بقیه همکارا همه تشریف بیارن تو گروه سنجش، مستقیما مطالب رو بررسی کنن، پیگیر بشن. بله، همکارا میتونید وارد گروه واتساپ سنجش ناحیه 4 بشید. همکاران ناحیه 4 همه همکاران تو نواحی مختلف اصفهان راهبر دارن. اگر که این دونه شماره منو داشته باشه من پیام بدن که من به گروه اون ناحیه یا منطقه اضافهشون بکنم که بتونن در حال از مفاهیم سنجش استفاده بکنن. بله انشالله که به هر حال خالی از لطف نیست. همه این مطالب یک جایی از تدریس برای به دردش میخوره و عالیه. همین الان من دیدم یه نفر عضو شده. 70 نفر بودیم، 71 نفر شدیم. انشالله بقیه هم عضو میشن. باز تاکید میکنم که من لینک حضور غیاب رو بگم توی گروه گذاشتم، بعدن انشالله گلگی نباشه که اسامی رو نوشتیم با کد پرسنلی ولی برای ما گواهی صادر نشده. انشالله لینک رو دیدن و همکارا تکمیل کردن فرم رو. مرسی. اگر که سوالی باشه در خدمت دوستان هستیم. خب دوست ما از همکار ما از زنجان شرکت کردن، خانم افشاری عزیز لطف کردید در واقع قدم رنجه فرمودید و منت گذاشتید تشریف آوردید. خیلی خوشحال شدیم. دست شما هم در نکنه. من اینجا جا داره تشکر کنم از جناب آقای دکتر نادری پور که واقعا شبانه روز دارن تلاش میکنن در دبیرخانه سنجش برای این مفاهیم پایه و اساسی سنجش جا بیفته، برای اینکه همکارا بتونن از تکنیک های مختلف استفاده بکنن، کلاس ها از این حالت خارج بشه و هم برای دانش آموزان لذت بخش بشه، همین که به هر حال یه مقدار کار ما به صورت حالا عملی بره جلوتر. خیلی خوشحال میشیم. همکار ما حتما جلسات دکتر نادری پور با دبیرخانه های مختلف معمولا جلسه داره. ما دبیرخانه علوم و جلسه همون تمام شده، با دبیرخانه ادبیات هم جلسه گرفتیم تمام شده، با دبیرخانه های دیگه هم به ترتیب ما جلسه میگیریم. خیلی خوشحال میشیم که این جلسات شرکت بکنید. ما فراخوان داریم، آزمون آنلاین داریم در استان اصفهان. آزمون آنلاین 6 بهمن برگزار میشه. از همکاران که براشون زمین خدمت 24 ساعته گرفتیم، برای فراخوان هم دو تا فراخوان داریم که خیلی خوشحال میشیم که همکارامون فراخوان پیش سنجش ها هست، یکیش که شرکت بکنن، یکی دیگه فراخوان ویژه مدیران و معاونین هست، بحث پوستر تجارب هست. خیلی خوشحال میشیم که همکاران شرکت بکنن. خب اگر امر نیست من از انشالله خواهش میکنم. انشالله که به هر حال بقیه همکاران هم استفاده بردن. من مجددا لینک واتساپ رو ارسال میکنم و لینک ثبت نام هم هست. این لینک تا ساعت 7:45 دقیقه فعاله. انشالله همه ثبت نامشون انجام بدن. ممنون خانم شیرانی عزیز، خیلی خیلی لطف کردید. واقعا تشکر میکنم. شما ما هر زمان از ساعت، یعنی باور کنید من یک شب دیدی نزدیک ساعت 12 رد شده بود پیام دادم، گفتم میدونم که میخونن، شده صبح زود از خواب بیدار میشم و جوابو میدن. زنده باشید، خدا قوتتون بده. انشالله به هر حال بعضی وقتا این دنیا که اجر بعضی چیزا شاید دیده نشه، ولی انشالله خداوند هم همراهتون باشه توی مسیری که برداشتید و واقعا لذت میبریم از این ارائه ها. مرسی، لطف کردید واقعا. انشالله همیشه باشید. قربون محبتتون. ممنون. همکارم مزاحمتون نمیشم. بخش دستتون گرفتم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.